23 اسفند 1387 یک زن تاجر به اسم لورا واین وودفورد اتهام فروش سلاح‌های ممنوع به ایران را می‌پذیرد. 24 دی 1387 روزنامه روسیه ایزوستیا یک ایرانی به اسم احمد رهزاد با کمک یک وارد کننده مالزیایی تجهیزات دو منظوره‌ای را از فروشنده‌ای در نیوجرسی خریداری کرده است. این محموله ابتدا به خریدار قلابی در مالزی تحویل داده می شد و سپس در اختیار عامل رژیم قرار می گرفت. مهر 1387 سید محمود موسوی بازجوی سابق بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم که به تابعیت آمریکا در آمده بود به جرم انتقال اطلاعات در مورد موبایل و بانکداری به 3 سال حبس و 12500 دلار جریمه محکوم شد. 3 بهمن 1387 یک ایرانی به نام علی امیر نظمی به جرم همکاری با سازمانهای ایرانی به صورت غیرقانونی بازداشت شد. مهر 1387 دو مرد انگلیسی ایرانی تبار متهم شدند که تجهیزاتی برای ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای را به صورت غیرقانونی خریداری کرده و در اختیار رژیم ایران قرار دادند. این دو تن که فرشید گیلاردیان و علی اکبر یحیی نام دارند بیش از 30,000 قطعه الکترونیکی را از طریق کشور ثالث از آمریکا به ایران منتقل کردند. آبان 1387 معلوم شد که محمد رضا وقاری و میر حسین قائمی دو ایرانی تبار مقیم آمریکا که از طریق شرکت سامن مستقر در پنسیلوانیا فعالیت می‌کردند از سال 2000 میلادی اقدام به صدور کالاهای ممنوع برای رژیم می‌کردند. آذر 1387 دستگیری یک زن ایرانی تبار در آمریکا همراه همسر سابقش که قصد انتقال هزاران عینک پیشرفته نظامی دید در شب را برای رژیم ایران داشتند. بهمن ماه 1387 دادگاهی در شهر میامی آمریکا یک شهروند ایرانی تبار آمریکایی به نام حسن کشاری را مجرم شناخت. او واسطه معامله قطعات هواپیماهای نظامی بین خریداران در ایران و فروشنده‌ای در جنوب فلوریدا بوده است. کمپانی کش ایر اینترنشنال به عنوان واسطه قطعات یدکی را نخست به دبی در امارات و از آنجا به ایران می‌فرستاده است. فروردین 1388 یک ایرانی به نام بکتاش فتاحی همراه 4 ایرانی و 1 هندی دستگیر شدند. آنها قطعات یدکی هواپیما و هلیکوپترهای نظامی ساخت آمریکا را برای ارتش ایران ارسال می‌کردند. بعد از سفرهای مقامهای مختلف رژیم به کشورهای آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی، تانزانیا، زیمبابوه، موزامبیک، نامبیا و گابون و همینطور سرمایه گذاریهای رژیم در کشورهای آمریکای لاتین، رژیم در صدد ایجاد شرکتهای پوششی و کانالهای پولشویی جدید است تا بقای ننگین خود را تضمین کند.